با همین دلسوزی که عرض می‌کنم کار کرده، به من اعتماد کنید و به بنده رأی بدهید من بتونم به عنوان خدمتگزار در خدمت شما باشم. من در حقیقت تحت عنوان دولت سوم آقای خاتمی همون شرایط برمیگردونم، منتها با یک وضعیت در حقیقت 16 سال بعدش، یعنی با وضع امروز از نظر تکنولوژی فناوری. ما خیلی در مورد تکنولوژی حرف داریم برای گفتن. ما اقتصاد هوشمند باید برپا بکنیم، ما بایستی شهر هوشمند داشته باشیم، ما بایستی دقیقا برای ابعاد مختلف زندگی مردم سیستم‌های هوشمند داشته باشیم. ما نبایستی گرسنه داشته باشیم، ما نباید بیکار داشته باشیم، ما نباید تنگ دستی داشته باشیم، ما نباید مردم نگران از دوا و درمان داشته باشیم. اسمش رو بذاریم بیمه مجانی، بره فرد منتظر باشه کلی آخرش هم یه 100 تومن 200 تومن 300 تومن از همسایه بگیره بره نه تو فراندارخونه 4 ساعت 5 ساعت این کرونا صف وایسته خبری نشه. اینا به خدا شرمه. و همه اینا بعضا میگن که آقا تحریم فلان. من نمیگم تحریم بی اثر نیست، مثلا این واقعا چیز بعدیه. ما خیلی هزینه میدیم بابت تحریم. ما همین با این ارز کمی که داریم خرید و فروش هامون آماده شده حداقل 20-25% افزوده میشه هزینه هاش بدن که تحریم هستیم، چون از مسیرها گری تحریم میخوایم بیان. تحریم ما نمیگیم اثر نداره، ولی که بخوایم بگیم که دشمن محترم لطفا رحم کنید تحریم رو بردارید اشتباس. باید به خود میگیم من میتونم برم تحریم رو بی اثر کنم، اگر غیرت کاری، اگر یک اقتصاد عرشبت که درونزا و در این حال برونگرا داشته باشم، اگر این فرصت 200-200 میلیون نفر بازار منطقه رو افزون بکنم بر فرصت بازار 80 میلیون نفری خودم و در این منطقه دیگه با کسی نخوام دعوا کنم، توی این منطقه با کسی ترشوری نکنم، برم بیام همسایه باشم فلان، تحریمم هیچ اثر نداره. برنامه‌دار محترم از من میپرسید که آقا شما اگر رئیس جمهور بشین توقع دارن از شما که بالاخره به این استان ها سر بزنین، قول میدین هر سه ماه یه بار تو استان باشین؟ من بهشون عرض کردم که بله بله بله. گفتن چرا سه بار؟ گفتم به خاطر اینکه اصلا سه ماه زیاده، هر یه ماه یه بار. اما اینکه مثلا من کارو تعطیل کنم یک هفته خدم و حشم را بندازم به من صدها اتوبوس به استاندار محترم دستور بدهم که آقا ببینید مثلا بشینید شورای تامین تشکیل بدهید، من میخوام آقای مثلا رئیس جمهور میخواد، آقای رئیس قوه قضاییه میخواد، آقای رئیس قوه مقننه میخواد بیاد، خدمه هاشم را بندازم اتوبوس و نمیدونم ساندیس و نمیدونم این حرفا. خب این یعنی اصلا یعنی این شو، این درد مردم فهمیدن نیست. من استاندار خراسان بودم 4 سال دولت اول آقای خاتمی، هر دو هفته یه بار برنامه‌ام بود ساعت 10 شب 11 شب سوار اتوبوس میشم، آخرین وقتم بود اتوبوسم خیلی خلوت بود، میرفتم توی این مشهد برعکس تهران، شمال شهرش خیلی خیلی فقیر نشین داره و حاشیه نشین داره فلان، میرفتم اونجا توی یه محله مثلا یه دیدم مثلا یه پارکی میخواد دیدم پارکی میخواستن درست بکنن چند ساله، اومدم خونهای مردم رخه بود صاف کردن شده تلی از خاک، بعضا طوفان میاد گرد و خاک فلان، رسیدم اونجا شب با در یه بقالی رسیدم، سلام آقا شما خوبه، من فلان کس هستم استاندارتون، مشکل فلان. مردم همونجا تو دکون اون آقای سوپرمارکتی اونجا جمع شدن، بعد گفتن آقا تو رو خدا اینو اصلا 10 سال اینجا گذاشتم فلان، این ما پارک نخواستیم، فضای سبز نخواستیم، این خاک مرده در رو سر ما نریز. به جای اینکه توی تابلوها هی خمیر دندان رو نمیدونم مسواک و یخچال ساید بای ساید تبریک کنن سر چهارراه‌ها، باید اونجا بیاد که آقا امروز بالاخره بودجه کشور چقدر تا حساب مونده بدیم به مردم. اگر کار بد کردید، اگر نگران کننده است، خب بذار مردم نگران باشن بالاخره بیان آقا یه کاری بکنید. اگر کار خوب کردید مردم امیدوار بشن بگن دستتون درد نکنه، آفرین بابا تو کشور نروژ، اونجا هر لحظه شما هر یک ساعت یک ساعت آخرین وضعیت فروش نفت اومد اینقدر بشکه، موجودی صندوق توسعه که ما داریم موجودی صندوق حالا ذخیره ارزششون اینقدر، بگین به مردم نترسید، مردم هوشیار بشن اولا کمکتون میکنن، دوما رفع ایراد میشوید، سوما رفع افترا میشود. بعضا شما یک کاری انجام میدید کار واقعا هم به نیت خیر انجام دادید، ولی به قدری با ماسماری انجام میدید و به قدری با ترس و نگرانی انجام میدین، اومد 10 برابر اونم منفی بگن در مورد اون کار برای مردم جا میفته. غیر از اینه من از شما مردم میپرسم، غیر از اینه خداییش در مورد قیمت بنزین، افزایش قیمت بنزین که به حق عصبانی شدید ناراحت شدید، حالا بله افزایش قیمت بنزین روی
زندگی شما تاثیر میگذاشت، ولی چقدر از اون عصبانی بودین و چقدر از به حساب نیامدنتون عصبانی بودین. چقدر از اینکه بگم مثلا منم خبر نداشتم نمیدونم برای خیلی اینجوری شد دیگه فلان، از این ناراحت بودید. بابا مردم صاحب اینجان،